دوستان سلام، امروز میخوام در مورد یک فرد و یک شبکه از آدم ها که در حوزه رسانه استقلال تشکیل شده با شما صحبت کنم. یه چند روزی بود که از پرداختن به این موضوع تفره میرفتم، اسناد و مدارکش به دستم رسیده، جمع‌آوری شده، بررسی های لازم هم انجام شده، ولی به قول بعضی از دوستان که میگن اگر به این آدم ها بپردازی بزرگ میشن، سعی کردم بهش نپردازم، ولی واقعیت اینه که این اثر منفی که این آدم ها در حوزه رسانه استقلال دارن و به تیم استقلال هم در موارد مختلف ضربه میزنن، اینقدر اثرگذار شدن که به نظرم سکوت در این باره خیلی جایز نیست. تقریبا از 2.5 سال پیش در کلاب هاوس سرکله یک نفر پیدا شد به اسم هاتف کندی ماه فروجکی، آدم بی ادب، پرخاشگر و کسی که زیاد کنترل رو اعصاب خودش نداره. بارها و بارها تو کلاب هاوس با افراد مختلف دعوا شده، اما این آدم به واسطه پولی که حالا خودش میگه از داشتن چند تا در واقع ملک تجاری یا مسکونی در امریکا داره پول دار شده، با پولایی که از این راه به دست آورده و اونا رو به ایران میفرسته، به نوعی موازنه رسانه استقلال رو و فضای شبکه‌های اجتماعی رو بر اساس افکار خودش تغییر داده که در خیلی موارد به ضرر تیم استقلال، بازیکنهای استقلال، باشگاه استقلال و حتی سرمربی شده. خب در چند روز اخیر شما هم حتما این اسکرین شات هایی که منتشر شده از مکالمات این آدم با سردبیرش با از افراد دیگر رو حتما دیدید، که البته سعی کردن تکذیب کنن بگن اینا فتوشاپه، ولی همین الان روی این ویدیویی که الان براتون میذارم میبینید این دیگه ویدیو اسکرین هست و مکالمه هاتف ماه فروجکی با جعفر احمدی سردبیر استقلال توییتر، همون رسانه‌ای که در واقع با پول‌های هاتف کندی میچرخه. شما می‌بینید که اینجا ازش می‌پرسه برای تو جواد نکونام مهم‌تر یا استقلال، و خب پاسخ جعفر احمدی هم اینه که هیچ کدوم، البته با لفظ بی‌ادبانه، و برای من فقط پول مهمه. و خب می‌بینید که هاتف کندی هم با خنده تاییدش می‌کنه. خب مایه تأسف افراد زیادی به یه همچین آدمایی در فضای رسانه استقلال اعتماد کردن. اطلاع موثق دارم ماهیانه بین 2 تا 3 هزار دلار پول از امریکا از طریق در واقع به واسطه افراد مختلف توسط این آدم به ایران فرستاده می شده بین خبرنگارهای حوزه استقلال، کسایی که خیلی هاشون شما خوب می شناسید و تعجب خواهید کرد از شنیدن اسمشون، توزیع شده و جو و شرایط به نفع گروه خاصی تغییر کرد. این آقای ماه فروجکی کار خودش رو در واقع به طور جدی از زمان تیم فرهاد مجیدی شروع کرد. همینجا بگم که هیچ ارتباطی بین هاتف کندی ماه فروجکی و فرهاد مجیدی وجود نداره، این مطلب اصلا ربطی به فرهاد مجیدی نداره. حالا یه عده ممکنه بیان بگن که شما با مجیدی مشکل داری، نه، در واقع این آقای ماه فروجکی از موجی که ایجاد شده بود به واسطه موفقیت‌های استقلال در فصلی که مجیدی حضور داشت، از اون موج استفاده کرد، سوار موج شد و این رسانه استقلال توییتر رو راه اندازی کردن، پولای خرج کردن، حتی با آدم‌های رسانه‌ای داخل باشگاه تماس گرفتن، ارتباط برقرار کردن، حقوق براشون تعیین کردن، پول‌های پرداخت شد در جهت اینکه محتوای اختصاصی به دست بیارن. خب همینجور که با هم صحبت می‌کنیم شما یه سری رسیدهای مالی رو روی صفحه گوشی‌هاتون می‌بینید. اینا بخشی از پرداختی‌های هاتف کندیه که توسط حامد دلالت، رابط مالی این آقای ماه فروجکی با تحریریه استقلال توییتر در واقع پرداخت شده به آدم‌های مختلف، آدمایی که اعضای تحریریه استقلال توییتر بودن. خب بعد اینکه این رسیدها رو دیدیم، نگاه کنید اینجا هم
اسکرین شاتی از صفحه تلگرامی در واقع هیئت تحریریه استقلال توییتره. بعضی از این آدم ها رو ممکنه شما بشناسید، بعضی ها رو هم نه، ولی هر کدومشون بین 3 تا 5 میلیون تومان در مواردی هم بیشتر حقوق میگرفتن، پول دریافت میکردن برای اینکه به نفع اهداف آقای ماهفروجکی برای استقلال حاشیه سازی کنن، مخصوصا از سالی که فرهاد مجیدی رفت. خب میدونید که صحبت اومدن جواد نکونام پیش از ساپینتو مطرح شده بود بعد از مجیدی، اما فشاری که همین آدم ها و این رسانه آورد باعث شدش که جواد نکونام پارسال به استقلال نیاد، استقلال با ساپینتو کار رو ادامه بده. چه بس اگر جواد نکونام پارسال هم میومد تیم شرایط بهتری داشت و میتونست یه قهرمانی رو به دست بیاره. این جوسازی ها امسال هم ادامه داره و کمابی شما در روند فضای مجازی میبینید که چه کارهایی از طریق این آدم ها انجام میشه. خب بریم ما هم یه سری تصاویر دیگر رو نگاه بکنیم، من روشون توضیح خواهم داد. و اون بهایی که تو آمریکا نشسته و پول توی ایران هزینه میکنه در رسانه ها، او دنبال سینمایی کشور منه و از اول فصل هم که به استقلال حمله کردن، این یک شبکه‌های بیرونی بود که مافیای بیرون و داخل همراه شدن تا سیاه‌نمایی بکنن تیمی که قهرمان شده. شما به قهرمان که بعد از 9 سال قهرمان شده و 30 میلیون جمعیت جشن گرفتن، این همه هجیمه برای چی؟ در واقع پیگیری کارهای این شبکه ساخته شده توسط ماهفروجکی در واقع بعد از شکایت مصطفی آجرلو بوده، یعنی مدیر عامل سابق استقلال که شکایت میکنه، مقامات امنیتی حساس میشن روی این ماجرا، پیگیری میکنن. خب میگم حامد دلالت دستگیر میشه و همون زمان پژمان راهور که متوجه میشه بلافاصله پیغام میده به جعفر احمدی به عنوان نیروی زیردستش در ورزش 3 و ازش میخواد که از مجموعه استقلال توییتر جدا بشه. جعفر احمدی هم ظاهرا میگه این کارو میکنم، ولی در عمل جدا نمیشه و همچنان بدون ثبت نامش با این مجموعه استقلال توییتر مشغول به کار بوده. که خب بعد که حامد دلالت از زندان میاد بیرون، در واقع بازداشت میاد بیرون، بهشون مراجعه میکنه، اینه طرد شده، همین آدم ها به نوعی بلاک و بایکوتش کردن و اینجاست که تصمیم میگیره اطلاعات رو منتشر بکنه و با ما در میون میذاره. بعضی از اسکرین شات هایی که شما در توییتر میبینید یا در فضای مجازی استوریاتون میبینید، اینا اطلاعاتی هستن که از طریق همین آدم منتشر شد. حامد دلالت بازداشت میشه و چیزی حدود 15 روز یا 1 ماه در انفرادی بوده، به صورت فنی بازجویی شده تا اطلاعاتی که و ارتباطی که با هاتف کندی داشته رو در واقع لو بده و بگه به مقام امنیتی. فکر کنم شاهد دستگیری آدم های دیگه هم باشیم بر اساس این روندی که داره صورت میگیره. میخوام به این نکته دیگری اشاره کنم که البته باعث خجالت منه، ولی این گروه فقط تحریریه نبوده، فقط کارش پرداختن به مسائل باشگاه استقلال نبوده، حواشی بسیار بسیار زیادی داشته، از جمله اینکه یک خانم مانکن و مدلی که لباس دروازه‌بانی پوشیده بود با لباس دروازه‌بانی عکس انداخته بود رو این آقای ماهفروجکی پیدا میکنه، باش طرح دوستی میریزه و براش گوشی آیفون میخره، براش خودرو سواری 206 میخره، زیر پاش میندازه. تلاش داشته، البته اونجور که سارینا آلیفر اعتراف کرده که حالا بعدا به ماجرای سارینا آلیفر خواهم پرداخت، اون هم در یک فضای دیگه، مدت ها هم البته مرتبط بوده با این شبکه، اون آدم هم در فضای رسانی استقلال تخلفات زیادی داشته.
یک زمانی اومده این آقای ماهفروجکی متوسل شده به آلیفر که برای اون مدل به اصطلاح دروازه‌بان تیم فوتبال پیدا کنن، اما خب اون شخص اصلا فوتبالیست نبوده، میخواستن اثبات کنن به من که اگر با لباس دروازه‌بانی عکس گرفته واقعا دروازه‌بانه، که خب قاعدتا اینطور نبوده. من از در واقع انتشار بعضی از اسنادی که در اختیارم هست واقعا هم شرم دارم، هم فکر میکنم که آبروی افراد مهمتره، لذا بعضی از این اطلاعاتی به دستم رسیده نزد من محفوظ خواهد موند و منتشر نخواهم کرد. اما میگم کاری هم ندارم به روابط شخصی آدم ها، کی با کی دوست بوده، کی با کی ازدواج کرده، کی به کی خیانت کرده، اینا به من هیچ ارتباطی ندارن. اما یه موضوع کثیفی که توی این شبکه تحریریه استقلال توییتر هم وجود داشته، ایجاد یک گروه به اسم گروه حرمسرا، و اعضای این تحریریه اونایی که نزدیکتر بودن به این آقای ماهفروجکی، هر کدوم اگر با دختری چت میکردن یا با عرض معذرت سکس چت میکردن، اسکرین شات هاشون رو، تصاویر دریافتیشون از اون دختر رو، مکالماتشون رو، اینا رو میآوردن به اشتراک میذاشتن تو این گروه. متاسفم بگم که حتی از بگذاریم از ادمین هایی که تو حوزه استقلال فعال هستن هم اسکرین شات هایی وجود داره، و فضای خیلی کثیفی بوده که به صورت اشتراکی همشون مطلع بودن که کی با کی چه نوع ارتباطی برقرار کرده. به هر حال به وقتش که برسه شاید بعضی مسائل روشن‌تر شه. فعلا منو معذور بدارید از انتشار بعضی از این اطلاعاتی که در دسترسم هست. فقط شما ببینید این رسیدهای مالی پرداختی رو و فضایی که اینها درست کردن، با توجه به اینکه هاتف کندی دو تا سه تا ملک در شمال ایران داره که قبلا یکی از این ملک ها به واسطه در واقع تبلیغ آیین خودشون مورد بازرسی قرار گرفته، افرادی که داخلش بودن دستگیر شدن. میگم خیلی علاقمند نیستم ورود کنم به این ماجرا. و یه نکته دیگه که خیلی مهمه، ارتباط این ماهفروجکی با امیر رفیعی، راننده سابق مرحوم حجازی، که بعدها با دزدیدن فیلم مرحوم طباطبایی خودش رو به عنوان کارگردان جا زد، بعد یک فیلم دیگه ای در مورد ناصر حجازی ساخت که در اون فیلم خیلی از حقایق تاریخی باشگاه تاج در واقع تحریف شده، توهین‌هایی به امیر قلعه‌نویی شده که در پی اون یه شکایتی ازش شد و حتی تو اون پرونده امیر رفیعی به شلاق محکوم شد، اما خب با گذشت امیر قلعه‌نویی اون پرونده به نظر میسه مختومه شده. خیلی برام خنده‌دار و البته دردناکه باهاتون در میون بذارم این نکته رو. تقریبا دو سال پیش امیر رفیعی به بهانه اینکه میخواد فیلم استقلال رو روی سی دی منتشر کنه و با این قول که سی دی ها رو به روستاهای دور افتاده خواهم برد و بین بچه‌ها توزیع خواهم کرد تا نسل آینده استقلالی بشه، چیزی حدود 30,000 دلار از این آقای ماهفروجکی پول میگیره. خیلی جالبه که یه نفر میتونه به این راحتی سر این آقا رو کلاه بذاره، از امریکا حدود 30,000 دلار ازش پول تیغ بزنه. البته که برای اون فیلم ها، به بهانه اون فیلم ها، آدم های زیادی پول دادن. تقریبا 70% آدم هایی که شما تو تیتراژ پایانی فیلم های امیر رفیعی میبینید پول دادن بابت اینکه حالا یا تو اون فیلم باشن یا برای اینکه اسمشو تو تیتراژ ثبت بشه. در واقع میخوام بهتون بگم که علی رغم اینکه حالا شاید تصور کردید یه آدم شبکه ساز خیلی باهوش خطرناکیه این آدم متمول نشسته در امریکا، این ماهفروجکی، ولی در این حال بسیار هم ساده لوحه، چون 30,000 تا اینجا سرش کلا گذاشتن و حداقل ماهیانه 2,000 تا 3,000 دلار آدمای دیگه ازش تیغ زدن به بهانه ایجاد یک رسانه در حوزه استقلال، در حالی که تو این فضا خیلی‌ها رو می‌شناسم سال‌هاست دارن صادقانه و به رایگان بدون دریافت کمترین پولی و یا حقوقی از کسی کار می‌کنن. حالا قضیه
عالی فرا که 12 میلیون 12 میلیون از یه نفر دیگه حقوق میگرفتن و بعضی دیگه بماند، اونا رو بعدا مطرح خواهند کرد. ولی شما بدونید که متاسفانه فضای مجازی استقلال دست یه عده‌ای افتاده که با اهداف دیگه میان در این حوزه شروع به کار میکنند و به نوعی با پول پاشی سعی میکنند که افکار عمومی استقلالی رو به دست بگیرن. مایه تأسفه که این آقای ماه فروجکی تونسته ارتباطات قوی بگیره هم با قربانزاده مدیر عامل مدیر سابق سازمان خصوصی سازی، هم با محمود بابایی، هم با آدمای رسانه‌ای در داخل باشگاه و خب بسیاری از خبرنگارها و در واقع فعالان حوزه رسانه‌ای باشگاه استقلال. خیلی ممنون که تا اینجا صبور بودید، تحمل کردید. باز هم در خدمتتون خواهم بود و مسائل دیگری در حوزه استقلال رو باهاتون در میون خواهم گذاشت. این ویدیو رو لطفاً به اشتراک بذارید تا دوستاتون هم بتونن تماشا کنن. متشکرم.